هستین چقدر خوبه که یک بار دیگه این افتخار نصیبم شد که اینجا شما عزیزانم رو خدمتی کلام کنم و مطمئن هستم که الان در این لحظه مهمترین بخش جلسه عبادتیمونه مطمئن هستین عزیزان؟ میدونیم برای چی؟ نه به خاطر موعظه نه مهمترین بخش کلام خدا موعظه باشه پرستش یا شهادت و همه اینا عالیه بلکه مهمترین بخش جلسه عبادتی واکنش شما به کلام خداست آمین تمرکز شما به کلام خداست این مهمترین بخش جلسه عبادتیه اگه باور کنیم که اساساً شنیدن کلام خدا یک دعوته و اتفاقی نیست که تک تک شما اینجا هستین و عزیزانی که دارین میشنوین اتفاقی نیست و اگه باور کنین که یک دعوت از طرف خداوند ایمان دارم که کلام زنده و مقتدر خدا یک تحول ماندگار در تک تک ذهنهای ما قلبهای ما به وجود خواهد آورد. آمین اینطور گفته شده که روزی شیطان از ابزارهایی رو در جعبه ابزارش برای مزایق فروش میذاره و یکی از این ابزارها گرانترین ابزار بوده میدونی کدوم ابزار بوده؟ ناامیدی از شیطان خوب میدونه که دل سردی و ناامیدی یک ابزار با ارزشه برای اینکه جلوگیری کنه از حرکت برگزیدگان و منتخبین خداوند به سوی اهداف و رویای خدا همینطور جایی نوشته شده بود که یک مرد فوقلاده عالی که خدا رو دوست داشت ولی از این چاه میافتاد تو اون چاله از این تجربه به اون تجربه انقدر مشکلات داشت که تموم نمیشد. شد بالاخره یه روز تصمیم گرفت که به زندگی خودش خاتمه بده ولی گفت از آخرین لحظه دعا کنم زانو زد و دعا کرد این دعا آسمون خدا رو لمس کرد و خداوند فورا یک فرشته بزرگ رو احضار کرد و گفت اگه موفق بشی به این مرد کمک کنی به تو دو تا بال قوی و درخشان میدم فرشته گفت چطور میتونم به این مرد کمک کنم چه مشکلی داره سرطان داره یرقان داره یه بیماری ناهنجاری داره، ناعلاجی داره، گفته هیچ کدوم از اینا نیست. بدتر از همه ایناست. اون ناامیده. عزیزان دوباره میگم بزرگترین سلاح شیطان به ضد ایمانداران ناامیدیه. چون ناامیدی و دل سردی از درون انسان رو آروم و خاموش بدون که خودش بفهمه ناکعود میکنه به نابودی میکشه. مخصوصا در دنیای امروز که داریم میشنویم که یعص و ناامیدی داره بیداد میکنه ولی در این میون در این شرایط وخیم در این جهانی که روز به روز در ظلمت و تاریکی فرو میره وعده خدا میتونه تمامیت زندگی ما رو روشن کنه به خصوصی که وعده فوق العاده عالی که همه همون میدونیم در ارمیا باب 29 آیه 11 فکرهایی که برای شما دارم میدانم که فکرهای سلامتی است و نبدی تا به شما در آخرت امید بخشم این وعده از در اصل برای یهودیان نوشته شده که به خاطر گناهانشون به خاطر بی در تبعید به سر می بردم. وقتی پادشاه بابل اورشلیم رو محاصره میکنه و تسخیر میکنه خداوندم که انگار دیگه از دست این قوم خسته شده بود. بسیاری از یهودیان رو با خود پادشاه یهودی، یهودا و شماری از ظروف مقدس خدا دو دستی تسلیم نبوکت نصر می کنه. تو باب یک دانیال اینو به وضوح میتونیم بخونیم و از برای قوم بسیار اصفناک بود. خیلی ناامید کننده بود. مخصوصا عزیزان که دست های خداوند این کارو کرده بود. میتونید تصور کنین؟ میتون خودتون جای قوم بذارین؟ خدایی که در خروج باب سی و چهار آیه 6 با چه عظمتی پیش روی موسا میخرامه و خودشو معرفی میکنه ذات خودشو معرفی میکنه یهوه <تصحن> یهوه خدای رحیم خدای فیاض خدای کسی رو و وفا خدایی که پایدار در محبته برای هزار پشت یهوه <تصحن> خدایی که آمرزنده نافرمانی خطا و گناهه ولی قوم دقیقا برعکس اینو دارن تجربه میکنن خدایی که پایدار در رحمت و وفاست دو دستی از اونا رو تسلیم دشمن کرده و در تاریخ قوم میبینی بسیاری هرگز به وطن بر نگشتند و در همون تبعیدگاه مردند و قوم عزیز خدا در ناامیدی روزها رو میگذروندن و در دل خود میگفتن آیا خدا میدونه ما چه خاری داریم میکشیم تو چه وضعیتی هستیم آیا خدا میدونه چی داره به من میگذره اگه میدونه آیا اهمیت میده اگه اهمیت میده حقیقتا پس چرا کاری نمیکنه چرا کاری نمیکنه نیست این چراهاست چراهای ما عزیزان از زندگی خودم تجربه خودم و خیلی از شما بگم چراهای ما به سمت خدا همیشه همواره بهانه های قابل قبوله برای اینکه بمونیم در رنجش و زخم و شخص زخمی شخصی که از خدا و دیگران زخمی شده اساسا نمیتونه درک کنه که چرا خدا اجازه داده در این وضعیت بیفته چرا خدا اجازه داده که به دست دشمن سپرده بشه چنین آزمایشی رو تجربه کنه و زندگی برای بسیاری از قوم و همین امروز برای ما بسیار سختتر میشه که نه تنها دلیلش رو نمیدونیم بلکه احتمالا اصلا نمیخوایم که بدونیم نیست وقتی تو این حال میفتی زمانیه که انگشت شکایت و چراچرات به طرف خدا بلند میشه حتی وقتی که انسانی عزیزان ما رو زخمی میکنه ما خدا رو مقصر میدونیم اینطور نیست انسان ما رو زخمی میکنه ولی ما با خدا قهر میکنیم با کلیساش قهر میکنیم و یه جوری خدا رو میگیریم به قول ایوب میگه من بیگناهم هم حق من رو خدا از من دریخ کرد تو باب سی و چهار میگه تو باب دو نعومی در کتاب روت میگه قادر مطلق مرا زلیل ساخت و مصیبت زیاد به من رسانید من پر بودم رفتم ولی خالی برگشتم نعومی جان خوهر نعومی جان عزیز چطور یه حرف رو میزنی؟ این تصمیم خودت بوده که از سرزمین بیت لحم، سرزمین برکت، سرزمین نان به بلاد موآب، سرزمین ناامیدی مهاجرت کنی، همه چیزتو از دست بدی بعد آخر یقه خدا رو میگیری؟ یه عزیزی میگفت هیچ کس مثل شیطان و خدا تو زندگی ما مقصر نیست یا خدا مقصره یا شیطان مقصره برای همین عزیزان قوم پرستنده خدا قومی که پرستش در وجود اونا نهادینه شده بود به یک قوم مرسی خان و ناامی تبدیل شده بودن وقتی مزمور 137 رو میخونی متوجه تلخی اسارت و ناامیدی اونا میشی من هم تو به زبان خودم میگم مزمور 137 نزد نهرهای آب قوم میگه نزد نهرهای آب نشستیم وقتی نشستیم آنجا هم گریه کردیم بربت بربدهای خود رو سازهای خود رو که باید برای خداوند بنوازیم بر درختان بید آویزان کردیم زیرا آنانی که ما رو به اسیری برده بودن ما رو تاراج کرده بودن از ما سرود خواستند ولی ما چطور بتونیم سرود خداوند رو در سرزمین بیگانه بخونیم وقتی مزمور 137 میخونی تمام فضا آکنده از رنجش و ناامیدیه در این بره از زمان بوده که خداوند از طریق ارمیای نبی برای دلجویی و تسلی قوم عزیز خودش به میان میاد فکرهایی که من برای تو دارم عزیز جان من فکرهای سلامتیه فکرهای سلامتی آسیب زننده نیست تیر روزی نیست من برای تو امید دارم برای اینطور رو خلق کردم من به تو فکر میکنم من خداوند برای زندگی تو رویایی دارم حتی اون موقع که استخوانهای تو در رحم مادر شکل میگرفت من تو رو به اسم خواندم. من به شما به بیانی امید و آینده می بخشم. یعنی اون پایانی که انتظار داری الان باورت نمیشه ولی من به تو می بخشم. روی این وعده حساب کن آمین من شما رو در امنیت از این مکان بیرون میارم از این مکان رنجش و ناامیدی بیرون میارم عزیزانم چقدر بیشتر بعد از مرگ و قیام عیسی مسیح وعده اعتبار داره خداوند زنده خداوندی که فقط روی صلیب نموند خداوندی که قیام کرد که نه فقط میتونه مکانیزمی به ما ببخشه که در بحران ها ناامیدی ها تجربه ها مقابله کنیم بیستیم پاهامون به عقب بر نگرده بلکه در ناامیدی ها عزیزان در اون بطن ناامیدی ها به ما امید میبخشه نه فقط همین عزیزان نه فقط همین بلکه در میان تمامی این زخم ناامیدی ها وقتی متوقف نمیشی در خدمت خدا به پیش میری خیر خود تو میگیری میکشی دنبال خداوند قوتی رو به تو عطا میکنه که از درون زخم های خودت از درون رنجش های خودت عزیزان عشق محبت شفا به دیگران پیشکش کنی باور میکنی؟ این خدا خدای ماست و تا ابد امینه چون عیسی زنده است عزیزان چون قوت قیام مسیح با ماست ما انتظار پایانی در ناامیدی رو نداریم بلکه امیدی بی پایان امیدی ناپژمرده امیدی تمام نشدنی آیا جا داره یه آمین بگیم؟ چون عیسی زنده است عزیزان چون عیسی زنده است ما حیات تازه داریم یعنی امروز در هر شرایطی هدف و رویای خدا برای ما وجود داره برای تک تک ما در هر شرایطی هستیم و این چقدر میتونه ما را از پرتگاه ناامیدی حفظ کنه ما میدانیم عزیزان ما میدانیم که زندگی ما به سوی مکانی نیکو در حرکته آمین ایسا به سوی منزلگاه ابدی و در این میان از امروز تا اون روز خدا و از تمامی تجربیات از تمامی این تبیدگاه ها استفاده میکنه عزیزان استفاده میکنه این رویای خداست فکر خداست هدف خداست تا از این خود کاذب و خود محور خودت خالی بشی تا از مسیح افسوده بشی تا خدا از تو متجلی بشه پولس میگه ما تک تک ما عزیزان ظروف شکسته ترک خورده امید جلال خدا هستیم خدا این امید رو داره امیدی که در اسرائیل به باد فنا رفت در تک تک ما در مسیح عیسی عیسی از من و تو زندگی من و تو جلال بیابه این رویای خداست عزیزا این دعوت خداست وقتی رویای خدا رو از آفرینش خودت یادت میره وقتی امید دعوت خودتو نمیشناسی چی میشه در سر و ناامیدی به هدفی لیز میخوری رو به پایین و یا هم دور خودت میچرخی چون رویایی نداری چون رویای خدا رو نمیشناسی برای زندگی و در نهایت با لذت این دنیا کم کم امرار ما آش میکنی و عادت میکنی و خداوند گاهن عزیزان حتی ما رو با دست خودش به مکان شکست منتقل میکنه در بیابانهای اسارت میسپره تا بالاخره حد اقل این سؤال رو نه خدا بلکه خودت بپرسی در اون خلوتگاه هدف رویای خدا برای چیه برای چی من رو خلق کرد برای چی چه هدفی داشت که من در مسیح زنده ساخت بازخرید خرید کرد چه هدفی داشت عزیزان خدا رو شکر آن برای ما ایرانی ها که گنجینه گرانقدر از همون توفولیت در اختیار داشتیم سروده های شاعران ایرانیمون مثل مولانا نیست چقدر کمک می‌کنه، چقدر کمک میکنه که ما محتویات ایمان خودمون رو بشناسیم مسیح رو بشناسیم تعالیم او رو عمیقتر باش رابطه برقرار کنیم مولانا چی میگه همه بلدین اینو روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از دل خیشتنم داره خودش سوال میکنه نیست از کجا آمدم آمدنم بهر چه بود به کجا میروم آخر ننمایی وطنم ماندم سخت عجب که از چه سبب برای چی منو ساختی داره سوال از خودش میکنه یا چه بود مراد تو از این ساختنم و تعمق میکنه احساس میکنم مولانا فکر میکنه یه هوی جرقه روشنگری در وجود او به وجود میاد مرغ باغ ملکوتم هللویا مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک از این عالم خاک نیستم که فقط دنبال خودم و آرزوهای خودم بچرخم فقط دو سه روزی قفسی ساختن از این بدن من آمین آمی. در سال 2009 سوم مرس شکستگی خیلی بزرگی رو تجربه کردم عزیزم که اگه این خدای آخرین لحظه‌ها به دادم نمیرسید میتونم با جرأت بگم قادر نبودم به مسیر ادامه بدم در اون زمان‌ها فریادهای چرا چرای من میتونم بگم آسمان خدا رو و ساکنان آسمون رو همه آسی کرده بود یه جوری حس می‌کردم دارم در سراشیبی نا امیدی لیز میخورم و اون زمان ها برای اینکه از این فروپاشی ایمانم مراقبت کنم یادم فقط این مراسی ارمیا باب سه رو میخوندم و یکی از این آیه ها فقط شده اون ملک ذهنم راه میرفتم خوب است که انسان امیدوار باشد خوب است که نسرین امیدوار باشد و با سکوت انتظار خداوند رو بکشد خوب است که نسرین امیدوار باشد و با سکوت انتظار خداوند را بکشد ماها طول کشید یه شب با دلخوری روز سوم مرس سال 2009 با دلخوری که کی کی خداوند به من مایل میشه و من از این وضعیت بیرون میاره دقیقا خودم رو احساس کنم مثل اون مفلوج کنار حوز بچسایدا باب پنج یوحنا بودم که انگار منتظر بودم یه آبی تکون بخوره و یه دستی منو تو این آب بندازه اون شب خوابیدم و تنین صدایی که ماها منتظرش بودم و خیلی خوب میشناختم به گوشم رسید صدا این بود جمله این بود هیچ وقت این تنین از وجود من روح من دور نشده ای اسیر امید به ملاز منی مراجعت کن امروز به تو خبر میدم که نصیب مضاعف به تو رد خواهد شد از اون زمان انقدر این آیه برای من سخت بود و اصلا نمیشناختم انگار نخونده بودم و وقتی که انگار یه برقی به وصل شده بود این صدا رو وقتی شنیدم بلافاصله فاصله رو تخت نشستم دارم سرودی تمام سلول ها وجود من رو داره در بر میگیره و به دهانم جاری میشه مثل یه نهری من روزها بود خداوند رو نپرسیده بودم به جز این آیه هیچ چی بر زبان من نمیامد فقط این سرود بود گر از آبها بگذری من با تو خواهم بود گر از نهر عبور کنی تو رو فرو نخواهد گرفت گر از آتش بگذری تو سوخته نخواهی شد چون من خداوند تو هستم من خداوند قدوس تو هستم اینقدر ولی من محو اون صدای اول تو خواب شده بودم که فوری کتاب مقدس رو باز کردم خدا من اصلا این کجاست؟ مطمئنم تو پنج تا کتاب اول نیست تو رسالات نیست تو انبیای بزرگ نیست تو مزامیر نیست تو غزل غزل ها نیست تو جامعه نیست هم تو کتاب رو آره مرور میکردم فقط سه تا کتاب بود که به نظرم خیلی ناآشنا بود صفنی و حجری و زکریا که یه ساعت فقط دونه دونه اینا رو گشتم پیدا کردم تو زکریا باب دوازده آیه نه بود بعد این پیام کم کم برای من قابل می شد که براتون میگم ای تبعیدی که در آرزوی آزادی به سر میبری به جایگاه امن خودت بازگرد امروز به تو خبر میدم امروز به تو میگم رنج هایی که دیدی دو برابر جبران خواهد شد از اون موقع به طور شخصی بود ای اسیر امید ولی چند روز پیش بود که خداوند دوباره این آیه رو به یادم آورد ولی این آیه به صورت جمع برای کلیسا برای کلیساها بیا بیرون از مکان تاریکی و ناامیدی ای کسی که در آرزوی آزادی به سر میبری بیا بیرون بیا بیرون به ملاز منی مراجعت کن ملاز منی اشاره به اون پناگاه امنه به اون جایگاه امنه به اون جایگاه مطمئنه ای کسی که در شکست به سر میبری برو جلو پلاس تو مثل اون مفلوج که نشستی جمع کن برو حرکت کن به سوی ملجای جانت چون من امروز به تو خبر میدم که جبران خسارت ها رو میکنم از خدا خدای فیاض و رحیم تنها کارفرماییه که برای انگیزه های ما بیشتر از حقمون دستمزد میده خدا این خدای پایدار در وفا و محبت تنها کارفرماییه برای خسارت هایی که در مسیر خدمت به جان و روحمون رو زخمی میکنه دو برابر جبران میکنه یادم اولین با... چیزی که بعد از دریافت این وعده در من متولد شد حرکت بود عزیزان از کجا از مکان تاریکی تلخی عصبانیت دل سردی ناامیدی که خیلی از ماها پنهانش میکنیم حالا خوبه مثل خود من حرکت کردم به سوی وعده روشن و پر از امید و سلامتی و, و اون موقع بود که فهمیدم خدا این خدای رحیم و فیاس این خدای پایدار در محبت و وفاداری عزیزتر و نزدیکتر از هر زمانی بوده که من فکرشو میکردم. و دعای اینو در حضور خدا با سر افتاده میگفتم خداوند تو همیشه حق داری خداوند تو همیشه حق داری مرا نیکوس که مصیبت رو دیدم تا فرایز تو رو بیاموزم از وقتی در خلقت تازه ما نور وارد میشه اولین کاری که میکنه روشنایی رو از تاریکی جدا میکنه روشنایی بشود آمین و همینطور تاریکی درون تو به تو نشون میده تا تو, تو بگی ای خداوند تو تو برحقی تو بی عیبی برای آنچه که برای من تصمیم میگیری من نمیدونم فقط شکرت خداوند که بیشتر لیاقت هم خوشبخت هستم از زمانی عشقایی که در زمانهای ناامیدی ریخته میشه جان ما رو نمیگیره اون روز من اینو فهمیدم بلکه چشمای ما رو پاک میکنه تا روشنتر خدا رو و وعده های خدا رو ببینی. و دومین درسی که در این روز یاد گرفتم و هنوز هم عزیزان در حال یادگیری هستم خدا در برابر چراهای ما توضیح نمیده شلوساوس توضیح نمیده چرا؟ چون توضیح راضی کننده نیست چون توضیح شرایط قلب من عوض نمیکنه. کنه آمین خدا به جای توضیح وعده میده وقتی وعده رو داری وقتی وعده رو داری عزیزان نمیدونم چقدر تجربه کردی با پوست و گوشت و هم تجربه کردی ادراک تو عوض میشه تصویرهای منفی تو تصمیمات منفی تو عوض میشه چون وعده چیزی رو میبینی میبینه که تو هرگز وقتی در اون تبعیدگاه در اون مکان تلخ و رنجش هستی قادر به دیدنش نیستی ولی وقتی توضیح میخوای که چرا باید جواب بدی تلخ میشی تلخ باقی میمونی پر از نبخشیدن میشی پر از خشم میشی در نهایت از خدا ناامید میشی ولی از خدای عظیم و رعی خدای عجیب و حکمت با وعده میاد نحوه نگرش تو رو نحوه افکار تو رو حتی طرز گویش تو رو عوض میکنه اگه خداوند نور بیاره در زندگی تو اگه مکاشفه اگه بتلبی آمین زندگی من عزیزان چقدر میتونست کمتر از این باشه اگه وعده خدا رو نداشتم ولی امروز من زندگی کاملا متفاوتی دارم هرچند هنوز به شدت در دست تعمیرم ولی یاد گرفتم حداقل که سریع از اون مکان نامیدی به سوی پناگاه امنم عیسی مسیح خداوند این صخره نجاتم نرم ها راه نرم ها بدوم آمین یاد گرفتم که به شیطان اجازه ندم که پرستش های منو بدزده تا همینجور بیستم بربت های خودم رو فکر کنم حق دارم به درخت های بید که نشانه افسردگی آویزون کنم اینو یاد گرفتم عزیزان هرچند گاهی حس پرستشم ندارم یاد گرفتم حداقل که خدا رو مقصر ندونم در هر شرایطی بگم مرا نیکوست که مصیبت رو دیدم تا فرایز او رو بیاموزم آمین هفت هزار وعده در کلام خداست عزیزان وعده هایی که از افکار پر از سلامتی و امید خدا برای ما تراوش میکنه تو اصلا احتیاج نیست بگی بده التماس کنی دریافتش کنی وعده هایی که ما رو شریک طبیعت الهی میکنه وعده هایی که ما رو از این فساد ناامیدی خودمهوری و انسان کاذب و تصمیمات و انتخاب های انسانی آزاد میکنه چرا؟ عزیزان چون عیسی زنده است چون عیسی زنده است این لنگر امید ماست این شاهراه مقدس ماست برای جانهای ما که باید در همین لاین حرکت کنیم امیدی که در هر بحرانی ملاز منی ماست استان آمین, آمین. پناهگاه امن ماست حتی وقتی از وادیهای اخور هوشه باب یک وادیهای اخور وادیهای شکست عبور میکنی خداوند میبرد تو وادی شکست ولی اون وادی های شکست رو وادی های اخور رو به دروازه های امید مبدل میکنه این خداست که با دستای امن و شفا بخشش حتی وقتی از دست انسان ها شدی تلخ شدی زخمی شدی عزیزان به میان میاد عزیزان من اینجا هم امروز که به اون گوشی که داری میشنوه بگم چه عزیزانی که از طریق رسانه ها دارم میشنون امروز میخوام اینو بگم تو به کلمات مذهبی نیاز نداری تو به وعد وعیدهای های انسانی نیاز نداری انسان هایی که حتی عزیزان به فکر خودشون به حرف های خودشون برای خودشون خیانت میکنن تو به اینا نیاز نداری تو امروز به شعارهای کلیشه‌ای نیاز نداری تو به یه چیزی نیاز داری در زمانهای بحران که تو رو در ایمان در ثبات و پایداری نگه داره آمین تو به مکانیزمی احتیاج داری نه اینکه برای که دور بزنی یا فرار کنی به مکانیزمی برای اینکه با این بحران و ناامیدی بتونی مقابله کنی آمین بیستی برای خداوند و این چیز چی هست؟ این مکانیزم چیه؟ وعده خدا وقتی وعده خدا رو بر میداری از اون مکان اسارت و ناامیدی و تلخی بیرون میای به جایگاه امن خودت جای خودت پولس میگه زندگی ما در عیسی مسیح مخفیه آمین وقتی زندگی تو در عیسی عزیزان خود تجربه میکنی تجربه شخصیه زمانی که حتی یه پا تو نمیتونی جلو اون پای دیگر بذاری جلو بری خداوند با قوت قیامش فوق از فکر و تصور تو عمل میکنه تو افسوسیان باب سه آیه 20 میگه الحال او را که قادر است بکند زیادتر از آنچه که تو بخواهی یا فکر کنی یا دعا کنی به حسب آن قوتی که با هم بگیم عزیزان اگه از یه موقع من اشتباه میفهمیدم فکر میکنم این قوته هست. یعنی روح القدس یعنی من دیگه نه قوتی که در من عمل میکنه یعنی رول قدس در من نیست ولی این آیه اصلش اینو میگه خداوند موافق فکر و دعای ما بر حسب توانایی تو بر حسب اون توانایی عادی تو بر حسب استعداد تو آمین بر حسب انتخاب تو بر حسب اون دریافت اون وعده هایی که میکنی قادره قادر بیشتر از اون که فکر کنی بیشتر از آنچه که دعا کنی خدا عمل کنه آمین توانایی خودتان نه قدرت روح رو القدس وقتی که خداوند این وعده عالی رو به قومی که در تبعیدگاه بودن میده فکرای من برای تو فکرای سلامتیه در باب در آیه 13 میگه مرا خواهی طلبید چون مرا به تمامی دل جستجو کنید خواهید یافت اگر طالب من باشید اگر راقب من باشید مرا خواهید داشت آمین عزیزان؟ این ملاز امن این ملاز منی رو خواهید داشت تو اون اترا خواهی کرد من یه مثال بزنم که این آیه قشنگ براتون جا بیفته عزیزان من در سالهای گذشته دو قلوهام پسرام گاهم هم بازی میکردم و یه بازی که برای من خیلی راحت بود و خیلی هم بچه ها دوست داشتن این بازی رو دائم با اونا میکردم شبیه قایم موشک بازی بود ولی یه چیزی رو قایم میکردم خودم نمیرفتم قایم شم یه چیزی رو قایم میکردم بعد میگفتم هر کی که اینو زودتر پیدا کنه یه جایزه عالی میگیرم مامان فقط میخوام تصور کنید جایی که ما زندگی میکردیم کجا بود یه خونه دوبلکس پر از سوراخ سنبه یه حیات خلوت یه انباری بالا یه انباری پایین یه توالت بالا با سوراخ سنبه ها، یه توالت پایین یه آشپزخونه بزرگ پر از کم و دیواری فکر کنین اگه من میخواستم اینو واقعی یه جایی قایم کنم یه سه چهار ساعت راحت بشم سه چهار ساعت تفلک رو میگشتم ولی مرس که نداشتن میرفتم اینو یه جای قایم میکردم یه گوششم میذاشتم بیرون یه سر نخی میذاشتم نیست؟ این پسرهای من با اون پاهای کوچولو و زیباشون در این پله ها میدویدم با اشتیاق و خیلی سریع میامدم پیدا کردم و جایزه آماده میگرفتن خدا هم میگه به طلب جستجو کن من خودم یه جوری قایم نکردم که تو نتونی منو پیدا کنی آمین آمی. برای تو عزیزی که هنوز عیسی مسیح خداوند رو نداری ولی در ناامیدی مذهب داری به سر میبری خداوند به تو هم میگه فکرایی که برای تو دارم فکرای سلامتیه فقط من رو بطلب من رو جستجو کن امروز با این پیام پشت در قلبت ایستادم اون دره ق... دری که پشتش ایستادم قفل نیست عزیز جان مذهب نیست که چهار تا قفل و زنجیر بندازه بعد بگی برو پیدا کن و هزار تا دلار راست شو هزار تا کارا بکن تا منو پیدا کنی بلکه اینشاالله شاید در آخرت منو پیدا کنی نه پشت در تو ایستادم پشت در قلب تو ایستادم همین الان قفل نکردم صبورانه پشت این در ایستادم مثل یک پدر ایستادم پدری که برای پسر گم شدهش منتظر بود که فقط اونو از دور ببینه در رو چارتاق به روش باز کنه فقط منتظرم فقط کافیه بخوای از اون تاریکی مذهب ناامیدی بیرون بیای فقط کافیه بخوای به طلبی عیسی مسیح خداوند رو خواهی یافت به دست خواهی آورد و خداوند به تو میگه برای رنج هایی که دیدی دو برابر جبران میکنم از اون دهان خداوند اینو میگه و با دستاش عمل میکن تو مجبور نیستی در تلخی و نبخشیدن و ناامیدی در پایان بدون امید همینجوری زندگی کنی عادت کنی کم کم فکرهایی که برای تو دارم فکرهای سلامتی و امیده نه فقط برای امروز تو بلکه برای آخرت تو خیلی اما ایرانی ها میگیم آخر بعد به خیر باشیم این آیه نوید میده من به شما آینده و امید میبخشم یعنی اون پایانی که انتظار داری به تو میبخشم تا تو بتونی تا تو بتونی شفا و امید و عشق و محبت و حتی از میان زخمای خودت به دیگران پیشکش کنی آمین خدا امروز سخن گفت ایمان دارم ایمان دارم تویی که امروز شنیدی اتفاقی نشنیدی بلکه خداوند خواست که تو بشنوی در پایان میخوام دعوت کنم عزیزان که به طور عینی حرکت کنیم به جلو بیایم با این حرکت اعلام کنیم که میخوام از مکان ناامیدی رنجش نبخشیدن، جراحت، سردی، شاید بعضی اصلا میگن اصلا من میخوام تو این وضعیت بمونم یعنی اینقدر سرد و به قول در رامین وجدانشون یعنی دیگه رها کردن خودشونو همینا هم, هم خداوند دعوت میکنه خداوند قادر فتیله نیمه سوزخ روشن کنه حتی عزیزان کسایی که در بیماری به سر میبری مثل خود من یک بیماری که مثل کنه به شما چسبیده سی چل سال من از سردرد رنج میبرم. گاهن مخصم وقتی خدمت دارم روز چهار تا پنج تا قرصای مسکم میخورم. ای کسی که در آرزوی شفا به سر میبری. در آرزوی آزادی به سر میبری. امروز خداوند به تو میگه به سوی شفا حرکت کن. به سوی نور حرکت کن. به سوی سرور سلامتی حرکت کن. به سوی ملجای جانت بیا امروز با قدم هایی که بر میداری اشکال نداره حتی اگه یه نفرم خدا باشون حرف زده من ایمان دارم با خیلی حرف زدن فقط خداوند میگه بیا جلو و با این جلو اومدند اعلام کن من میخوام حیات رو در تو داشته باشم زندگی رو در تو داشته باشم و من میخوام در این ملاز در سلامتی در آزادی از رنجش نبخشیدن تلخی بیماری ضعف سردی بی تفاوتی به سر ببرم این جایگاه امن توست خواهر و برادر عزیزم چشمای خودمون رو می‌بندیم همینطور که چشمای خودمون رو بستیم اگه این دعوت رو خدا میدونین به جلو بیاین در این حرکت که به جلو میاین یک بار دیگه عزیزان بگین که میخوام حتی حتی خداوند دنبال اون شفا و نمیدونم برکت و اینا نیستم من تو رو میخوام من تو رو میخوام من تو رو میخوام میخوام در تو معبا گزینم آمین حتی اگه جواب دعاهای منو ندی من تو رو میخوام حتی اگه همین امروز من شفا و آزادی رو تجربه نکنم فقط تو رو میخوام چون میدونم در تو در تو همه نیاز من برطرف میشه و چقدر زیباست حتی زمانهایی که در ضعف و رنجش و بیماری هستیم وقتی خودمون رو میسپریم در اون تسلیم در اون سرسپردگی به این ملاز منیمون خودمون تجربه میکنیم در همون وضعیت چطور شفا، آرامش، رهایی رو به دیگران از آن پیشکش میکنیم، هدیه میدیم. آمین. هیچ عمقی انقدر عمیق نیست که دستای خداوند به اون نرسه. و بزرگترین معجزه عزیزان اینه که در هر وضعیتی حتی وقتی جواب سوال تو نمیگیری که خود جواب نمیده مطمئن باش دنبال وعده باش تا تو رو روشن کنه اون موقع برکتی برای این زمین ظلمت برای این دنیایی که در گرسنه و تشنه عدالت میشید. آمین مرسی پدر جان مرسی که امروز هم ایمان دارم که سه چهار روز پیش این فکر تو بود این برای کلیسای تو که اینو در ذهن من روشن کرد که این وعده فقط برای تو نبوده و نیست و که برای سیل عظیمی از عزیزانمه که در کلیساها در جاهایی که بدون عیسی مسیح دارن زندگی میکنن نجات مایی که تو میدونی داری چی کار میکنی تو حقیقتا یهوه یهوه خدای رحیم فیاس کسی نه خطاها کردم به جلو بیام در سینا خواهرم فاطمه که برای عزیزانمون با هم دیگه دعا کنیم این دستای خداست که داره شما رو لمس میکنه عزیزان از انسان نبینیم